به شم نسل و نسل یخ و مرد شب با چالوم و تهنیت همگان قبول باشه پارشای این هفته واید خنن را برای سلامتی و تندرستی کلیه سربادانمون که هشم نگهدار اونها باشه آمن و شفای خیر آجلی همه بیماران به شالوم باید برای کلیه خانواده ها و نیز برای ایلو نشمت کل هنیف داریم به هم اسرائیل شروع میکنم تو والانو موشه مراشا که ایلن اد یکو ال خنن الادونای باید هایی ده مور ادونای الهیم اتا ها و تا اله ات عبده ات گدل خوا یاد ات یاده خوا ها خزا اشیر می ار بشامای او وارست اشیر یه اسه که ما اسه خوا به خیل در آن زمان از خدا خواستم در این مورد که ای خدای بزرگوار تو خود اون بزرگی و قدرت خود را به من نشان دادی که کی است مثل تو در آسمان و زمین که این اعمال حیرت آور را عمل کند تمنا می کنم از این رودخانه بگذرم تا به اون سرزمین خوب و کوههای اورشلیم در اون طرف رودخانه ببینم ولی خداوند به من قیز کرد و به خاطر شماها از من نشنید و گفت دیگر در این با بار صحبت مکن در بالای اون تپه بلند برو و چشمهای خود را به اطراف بلند کن از شمال و جنوب از مشرق و مغرب ببین ولی از اون رود خانه نمی گذری یه را جرأت بده و قوی بدار و او این قوم را به اون سرزمین را نمایی خواهد کرد ببینید که تمام قوانین و احکام را به شما یاد دادم اونها را به کار گیرید و عمل کنید و نگه دارید در این طورا عقل و بینش و حکمت شما ملت های دیگر که این قوانین و احکام و رفتار را ببینند بگویند فقط این قوم عاقل و فهیم لیاقت چنین قوانینی دارد تا اینجا ترجمه قسمتی از پارشای وادخنن که فردا در بات کنست خونده میشه که قبلا دیدیم به خاطر چند گرفتاری های قوم اسرائیل و بدگویی های آنها و بوانگیری های آنها و بدگویی جاسوسان خداوند فرمود از 20 سال به بالا به اون سرزمین نمی و من جمله موشه و اهرون به خاطر اونچه گفته خدا را عمل نکردن از ورود به عرض موعود من شدند ولی مشه بنو بسیار میخواست که به اون سرزمین بیاید و سعادت و خوشبختی قوم اسرائیل را ببینه به همین جهت مطابق اسم یسخاک و ریوکا پونسد و مرتبه مطابق واید خنن تفیلاخان که شاید خداوند به او لطف بکنه تا به اونجا برسه در صورتی که قبلا خداوند به او گفته بود به میدیانیم حمله کن و انتقام خون 24000 هزار را بگیر و سپس چون اهرون برادرت تو هم فوت کن و عمر انسان هفتاد سال است و تو پنجاه سال عمر زیادتر گرفتی و مشره بنو ابتدا در تفیلای خود از قدرت و بزرگواری خداوند تعریف میکنه تا شاید بتونه به این طریق لطف خداوند شامل خود بکنه ولی خداوند به او فرمود دیگر در این مورد صحبتی نکن قبلا همه چیز ما هیا شده و حتی قبر تو هم آماده است تنها لطفی که می توانم به تو بکنم این است که بالای اون تپه بلند برو و سر خود را بلند کن و تمام اون سرزمین را از شمال تا جنوب از مشرق و مغرب نگاه بکن ولی پاید به اونجا نخواهد رسید چون پایان عمر تو نزدیک است شوه را قوی بدار و جرات بده تا قوم را رهبری کنه و مشربن و از مردم میخواد تا اون فرامین و قوانین که طبق فرمان خدا برای شما نوشتم و گفتم از یاد نبرید و از آنها و در آنها رفتار کنید و نه چیزی از آنها کم کنید و نه به آنها زیاد کنید و اتم حد بکیم بدنای الهه خم خیم, خیم کره خم که از طریق برید کردن و زنده ماندن شما به خدای عالم پیوست خورده اید چون به اون سرزمین بیایید و این تورا و فرامید اون را نگه دارید که اون عقل و بینش شما است که هی خخمت خیم, خیم. شما در میان همه ملتهای دیگر عقل و فهم بیشتر دارید تمام بشنوم و بگویند این قوم چقدر گرانقدر است که خدای او به او بسیار نزدیک است سفارش دیگری هم که مشهد به قوم اسرائیل میده این که از جان, و خ... از جان خود بسیار مواظبت کنید اوشمر نفشه خام معود این قوانین تورا را به فرزندان خود و نوههای خود بیاموزید به یاد دارید که زیر کوه خور ایستاده بودید در حالی که آتش دمیده از آن تا قلب آسمان می رسید صدای خدا را شنیدید در صورتی که شکل و شمایلی ندیدید به جز صدای خدا مبادا هیچ بطی به صورت انسان یا پرندگان یا خزندگان بسازید و به اون سجده کنید مبادا به ماه و ستارگان عبادت کنید بلکه به خدای لایزال عبادت کنید به خاطر شما خداوند به من غر گرفت و گفت به اون سرزمین پر از نعمت نیایم من در این سرزمین غربت می میرم و از نر عبور نمیکنم. ولی شما میگذرید و به اون سرزمین سبز و خرم می رسید اما خدا را فراموش نکنید و تعلیمات او را پیروی کنید ولی اگر بخواهید او را فراموش کنید و به هر بت و ساخته دست خود سجده کنید بدانید که او خدای سوزنده هست آسمان و زمین را شهادت میگیرم که از این که نبادا به نابود بشوید و دوام نیاورید و خداوند شما را بین ملتها و سرزمینهای بیگانه پخش می کند چون به سنگ و چوب ایمان آوردید و او را نشنیدید چون تحمل سختی ها و اسارت ها شوید به خدای خود برگردید شما را که به اطراف گیتی پخش کرده است جمع آوری خواهد کرد اتا هوری تا کی ادنای هو ها ان ان اد میلبدو انگاه بدانید که خداوند خدای یکتا است و به جز او خدای دیگری نیست صدای خود را از آسمان به گوش شما رسان چون رفتار پدران تو را دوست داشت و به نسل او کمک می کند و زد حتراش ساموش لیفنه به اسرائیل که در این پاسخ رمز سه شرط گذاشتن تفیلین و نگه داشتن شبات و انجام دادن بریت میلا نهفته شده است و مشربه اون ده فرمان یا اثر تدیبرود مجددن برای بنی اسرائیل تشریح کرد و این است ده فرمان را که خداوند بر دلوه جواهر نوشت و به قوم اسرائیل داد آنخی ادونای الهی خوا اشر حدسته خواه معرسم می می اسرائیل میبت اوادیم. من خدای تو هستم که تو را از غلامی مصر بیرون آوردم خدای دیگری را جز من پرستش مکن هیچ شکل شمایل بت چه در آسمان و چه در زمین و چه در آبهای زیر زمین برای خود مساز به آنها سجده مبر پرستش مکن زیرا من خدای تو هستم خدایی که گناه را از سه پشته تا چهار پشت از دشمنانم انتقام میگیرم ولی تا دو هزار پشته از دوستانم احسان و محبت میکنم نام خدا را زم مبر زیرا کسی که بیهوده نام مرا ببرد از او بازخواست خواهم کرد روز شبات را همونطور که گفتم مقدس بدارید شش روز کار کن و کار را به پایان ببر و روز هفتم هم هم خودت و هم دختر و پسرت و هم کنیز و نوکرت و هم گاو و علاغت و قریب شهرت همه استراحت کنید و یاد آور که از مصر غلامی می کردی و خدا تو را با دست توانا نجات داد برای اینکه شبات را نگه داری که بدد آوی خواهد ای می خواه لما یا می خوا. احترام پدر و مادرت را نگه دار همانطور که خدا را احترام می گذاری. برای اینکه طول عمر و زندگی بال زد نائل گردی لو تیر قتل مکن زنا مکن با زن شوهردار رابطه برقرار مکن دزدی مکن شهادت دروغ مده آرزوی زن هم مبر حسادت مال و ثروت و نوکر و کلفت و دارایی دوستت را مبر این فرامینی است که خدا فرمود تا تو و فرزندانت در زندگی خود به کار گیرید و اون سرزمین پر از شیر و اثر را به ارث ببرید سپس موشه ربنو به بنی اسرائیل گفت هرگاه این فرمانهای خدا را نگه دارید و در راه او سلوک کنید و به چپ و راست نروید در آن سرزمین زندگی نیک و طول عمر خواهی داشت و چون از خدا بترسید و قوانین او را نگه دارید و به فرزندان خود یاد دهید شما و آنها عمر دراز خواهی داشت چون امر خدا را شنیدید همان که پدران شما شنیدند و رفتار کردند در این سرزمین جاری شیر و اصل به آنها دادم شما اسرائیل ادونای الوهین و ادنای اخاد اگر توجه کنیم حرف عین در شما و حرف دال در اخاد بزرگ نوشته شده است که می شود اد یعنی ما هر روز طبق کلمه شما شخریت می خونیم میخونیم و عروید و شهادت می دهیم که خدای ما خدای یکتا و بی همتا هست و خدای خود را قلبا دوست بدارید و از جان و مال خود در راه او دریغ نکنید در وقت خوابیدن شب و رفتن در راه و موقع نشستن و برخواستن نام او را بر زبان خود جاری کنید تفیلین را بر سر و دست خود بگذارید و مزوزا بر چارچوب خانه و درهای اتاق خود های اتاقهای خود بگذارید و چون به اون سرزمینی که به پدران شما عد کردم برسید شهرهای آباد را تصرف کنید خانه های پر از ثروت و های پر از آب و تاکستانهای پر از زیتون و انگور که خود نکاشتید بخورید و سیر شوید پرهیز کن مبادا خدایی که تو را از مصر بیرون آورد فراموش کنی به خدایان و بتهای ملتهای دیگر رو نیاورید و به آنها سجده نبرید که مبادا قهر خدا بر شما افروخته شود و شما را بر روی آن زمین گم و نیست کند در برابر خدا ساله و امین و درست کار باشید تا تمام نیکی های دنیا به شما برسد و چون کلام خدا را که به تو گفته است دشمنانت را از خود برانی چون فرزندانت از تو بپرسند این رسم و رسوم چیز که دارید بگویید اینها امر خدای ما است که به پدران ما داده تا در اینجا زندگی نیک و آرام بیابیم با عدالت اطا... با رفتار کنیم طبق اونچه خدای ما خواسته است خداوند تو را در میان ملتهای دیگر برگزیده است چون تو تنها قوم مقدس بین تمام ملت ها هستی که بر روی زمین هستند نه به خاطر بسیار بودن شما و نه به خاطر کم بودن شما خداوند شما را برگزیده است و اختیار کرده است که چون پدرانتان عهد او را قبول کردید و بدانید که خداوند به دوستدارانش و نگهدارندگان فرمانش تا هزار دوره نیکی و احسان می خواهد کرد و مخافات به دشمنانتان خواهد داد تا اینجا هم برنامه امروز آدینه ایرو شبات کودش دهم منخم او 5783 کنیسات شابات ساعت 7 و دقیقه و 3 شبات 8 و 21 و دقیقه در اورشالیم کنیسات شبات 7 و 3 دقیقه و 3 شبات هشت و دقیقه فردا پارش های واید و هفتار های نخمو نخمو امی خونده میشه و روز چهار شبات آینده هم تو به آب روز شادمانی است سه چیزم فراموش نمی کنیم ایشا نا آ. کلیم ناییم با نا زن در دو مورد شخینا را با خداره داره زمانی که برخای شمهای شبات را میگه و موقعی که از میکوه برمیگرده شخینا بر سر اونها شاروی است ایش و ایشا زاخو شخینا بینه هم خخمود ایشا با با عرض تشکر از کلیه بینندگان و شنوندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تورا و اولیای محترم برای شما شبات آرام با نهایت سلامتی از خداوند متعال خواست دارم شبا شالوم صدای تو را صدای جاویدان امیر یشایا.